از فامیل گفتین، از خانواده گفته، چرا مخالف بودن که شما بروی صحنه بیایید و آنچه که حقیقت است از بیان بکنید و با مردم شریک بکنید و با مسئولین هم در جریان بگذارید؟ رامکی صاحب، ما یک تجربه تلخی از این نوع حرکت های مدنی داشتیم حتی در نظام گذشته. یک مثال خوبش یماجان سیاوش، یکی از جوانای ورزیده و مبارز ما بود که ما او را از دست دادیم. با صدها جوان ما به می شکل از دست دادیم. این فامیلا هم یک تصویر پیش از اینا در ذهنش است، اگر پسر ما است، اگر شوهر ما است، به این شکل میره مبارزه میکنه یا میره به رسانه ها. این ذهنیت برش داده شده که شاید سرنوشتش با مثل این جوان ها شود. یک گپ است یمای عزیز، که شما سن سالتانم نسبت به کسایی که در برنامه‌های سیاسی ظاهر میشن یا در رسانه‌های سیاسی معمولاً کار میکنن خردتر بود، در یک سن سال بسیار خرد طرف برنامه‌های سیاسی رفتین. این جوانی یکی از چیزهای شمی است که بسیار اعتماد جلب نمیکنه، به خصوص قسمی که شما گفتین در یک برنامه سیاسی. بزنم بخواین کسایی را که سالها سیاست کردن با سوالایتان به چالش بکشانید، بسیار خوششان نمیاد. کدام وقت میمارایتان نگفته بود که ما در این برنامه کی بچگک باشه نمیاییم؟ زیاد گفتن. برنامه‌ای را که ما بودیم به عنوان گرداننده، در بسیاری شما ببینین چهره های دست اول مملکت نیست. مثلا شما بسیار به ندرت وزرا حاضر میشد که بیاین در برنامه. مثلا ما یک بار رئیس جمهور را ندیدیم، در وقت هم دعاله هم. و هیچ علاقی هم نداشتیم با سران مملکت، نه او زمان نه حاله برای که بریم ببینیم. ولی به عنوان یک خبرنگار حق ما بود. ما بارها تهیه کننده را گفتیم، تلاش کردیم، ایمیل هایی زدیم، تلفن کردیم، میگفتن نه، در این برنامه علاقه وجود نداره. به ندرت اگر حرف خودشان برای گفتن میداشتن، بعضی وزرا علاقه میگرفتن که بله میاییم. فقط وکلای پارلمان ناظر میشدن در بحثا بیاین، کارشناسای سیاسی. جنجالی ترین برنامه‌ای را که تا به حال داشتی و زبان زد مردم هم شده بود و بر خودت هم خیلی جنجالی شد، برنامه کدام برنامه بود؟ اصلا اینطور بپرسین که کدام برنامه‌تون جنجالی نبود. در بین برنامه‌های جنجالی کدام جنجالی تر بود؟ من فکر می‌کنم هر شب که وقتی برنامه تمام می‌شد ببینیم که بسیار زیاد جنجال شده در برنامه. مهمان هم راضی نیست. برنامه زنده. همکارا در دفتر هم میگفتن که خب این کار باعث میشه که مهمان ها علاقه نگیرن بیان. ولی ما صادقانه ما کار خود انجام میدادم. به عنوان یک کسی که مردم از ما انتظار داره که حقیقت را بگوییم و در خدمت حقیقت باشیم، ما فقط به عنوان یک گرداننده، یک کسی که یک چهار کلمه گردانندگی میکنه برنامه را، خواستیم حق بگوییم. یکی کی خوش شد خفه شد او دیگه سپردش به خدا. نمی گفتن تان متعصب هستی با فلان میمان چرا این رقم رویه نکردی، با ما چرا این رقم رویه کردی و اینا؟ این سوال وجود نداشت، چون با همه یک نوع یک رقم برخورد میکردیم. این امیره من میخواستم بپرسم. از یکی از اعضای خانواده پرسیدم، گفتن که یما بسیار اهل تفریح نیست. گفتن زیاد سر و کارش با نوشته است و با کتاب و پولش هم زیاد مصرف کتاب خریدن میشه. پیسه را دمی چیزا زدیم، یکی دریشی یکی کتاب. میگن که به شعر گفتن هم علاقه دارین؟ علاقه شدیدن. کدام شان در ذهنتان است بگوین به ما؟ عشقات را گفتم میا در سینه بشکستم، باز آمدی گفتی که من ام مرهمم، گفتم که مرهم نیستی تو، بند و بالم سوختی، دیگر ندارد طاقتت جان و تنم، جان و تنم. یه البته یک غزل بود، چاپ شدم در تمامی طلوع افغانستان. یک چیزایی بود که زیاد جالب نیست، ولی اون وقت برای خود من خوب بود. از اون نابلدی هایتان بگوین، از اون روزا چی خاطره دارین که نابلدی میکدین اینا کسیم احساس نمیکد، ولی شما خوب صحیح میفهمیدین سر خود. تا هنوز نابلد هستم. من فکر میکنم که حال که در خدمت شما هستم بازم نابلد هستم. بسیار بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. ولی یک منزل بسیار دراز است، کار خبرنگاری، کار نویسندگی، اینا یک جا، یک درجه، یک مکانی نداره که اینجا بگوین که شما خوب رسیدین، خوب شدین. ما هیچ وقت فکر میکنم در رده نبودیم. ما ورزیده و مبارز ما بود که ما او را از دست دادیم. با صدها جوان ما به می شکل از دست دادیم. این فامیلا هم یک تصویر پیش از اینا در ذهنش است، اگر پسر ما است، اگر شوهر ما است، به این شکل میره مبارزه میکنه یا میره به رسانه ها. این ذهنیت برش داده شده که شاید سرنوشتش با مثل این جوان ها شود. به خاطر از امو بود که
مرا گفتن که در این شرایط هیچ لازم نیست و ضرور نیست که برین، ولی ما چون یک شوق و علاقه داشتم با خود کشورم افغانستان و با افغانها همی کار انجام دادیم و تا فعلا هم مبارزه را که آغاز کردیم به خاطر دادخواهی و حقخواهی هموطنان ما او را ادامه دادیم و ادامه میتم تا که زنده است. خواهی مسئله اکادمی و مسئولیت های دیگر یک طرف قضیه، یکی از بحث های بسیار اصلی و مهمی است که فامیلتان نمیگذاره که بیشتر بر رسانه و برنامه بله سیاسی اشتراک کنید و نظریات خود را و یا تبادل نظر کنید همراه دوستان. چقدر خوب؟ خوب است. نه تنها فامیلم بلکه هموطن های ما هم از پیش ما خواستن که شما باید در بحث ها بعد از این کم اشتراک کنید. بعض تهدیدات هم وجود داشت ولی فعلا هم به اون شکل که کاملا فعالیت های رسانه ای را انجام ندادم به شکل نیست که در بعض تلویزیون ها و رسانه ها اشتراک میکنم. خب از شما از تعدیدات گفتید، بعض تماس های ناشناس به شما گفتید میایه و شما را تهدید میکنه، مطمئنا این کسان نیستن که در دولت باشن. اگر در نظام باشن، در دولت باشن، خب آنان اقدام میکنن، هر کار که بخواین انجام دادن میتونن. به نظرتان کیا هست؟ افرادی که در بین خانواده و خیش قوم خودتان هست یا نه بیرون از این کسان دیگه که با شما مشکل و اختلاف نظر دارن؟ رامکی سبی در زمان ای تماس ها و اخطاریه ها بیشتر شد. وقتی که من از استعفا دادم و باز بعضی بحث ها امرای بعضی کسا بود، بحث های داغ بود، فکر کنم در مجاهدین هم، چون یک چیز باید بگویم که در هر جایی که ما رفتیم، در ولایت که رفتیم، بسیار استقبال خوبی کردن. هیچ وقت با یک مجاهد روبروی نشدیم که خدای نخواسته یک گپ بدی را از اونا بشنوم. ولی تماس هایی که آمده، متاسفانه او را گفتن نمیتونم، شاید پشت صحنه اگر شما باز خواستین او را برتان پلی کنم، که بسیار دشنام داده که حتی برای فامیل ما، ولی هیچ وقت آدرسش مشخص نشده که کیها بودن. دشنام های بسیار بعدی است که گفتن نمیتونم، یعنی نزاکتا گفتن نمیتونم، حتی اختار داده که هر جای باشین ما پشتان میایم. به این شکل پشتان میایم چی میگی؟ غیرت خواستی جناب استاد. تشکر. وقفه داریم عزیزان، پس از دیدن وقفه برمیگردیم. رامکی صاحب در پنتون های مختلف تدریس کردیم و ما خاطرات خوبی را دارم و بسیار احساس خوبی دارم به خاطر از اینکه از تدریسم راضی بودم، محصلین راضی بود، زحمت میکشیدم. و یکی از خاطره جالب ما که در امارت بود که قبلا برتان گفتم، او زمانی بود که نظام امارت اسلامی وقتی نظام گذشته سقوط کرد، همه محصلین برآمدند، سر و صدا، دخترها، بچه ها، همشان به یک حالت بود که دیگه او روز فراموش شدنی نیست، بسیار حالت سراسیمه و حالت بسیار خطرناکی بود. استاد بسیار سختگیر بودید یا نه همراه شاگردا یا مسئولین مدارا میکردین؟ یک چیز بود رامکی صاحب، ما در وقتی میرفتم تدریس میکردم، درس خوب میدادم، رضایت همشان حاصل میکردم و در امتحان بسیار زیاد سختگیر به خاطر بودم که یکی از خاطراتم است، مرا در یک صنف کمکی روان کردن، صنف پشتو هم بود، همش پشتو زبان ها بودن، شاید بشنوه سخنان مرا، من روان کرد کمکی، اونجا گفتن که شما برین امتحان از اینا را بگیرین. من رفتم، معمولا چون نمید بچه ها عادت داشتن بالای میز نوشته میکن نقل، باز در دست هم یکان نقل میگرفتن، دیگه من یکی از محصلی ندیدم که این دستش پر بود. در اونجا رفتم، وقتی گفتم خیلی شما یک کار کنین، کمی در هر مجلس که وقت ما مجلس را شروع میکنیم با اصطلاحات قرآن عظیم شان میشه، ما گفتم بیا خوب است امروز یک کار کنیم، پیش از اینکه امتحان شروع کنیم همتون اگر وضو ندارین یک وضو بگیرین، بعد از او باز میایم که امتحان هم پر برکت شوه. دیگه این مسئله که بود تقریبا یک دو نفر سه نفر نبود، ده پانزده نفر بود. گفت استاد هیچ رقم، گفت ما باز پسان نماز میخوانیم دیگه، نمیشه که ما چیز کنیم. گفتم نه خیلی، شما برین دوستایتان یک بار بشوین دمی دست شوی، یک دو تا سه تا شیز. گفت ما امتحان نمیتیم،
بریم که کل ما برایم. دیگه این کسایی بود که در دست چیز نداشتن. وقتی دیگه را دید بسیار شرمنده شدن. باز رفتن و دوستای خودش شدن. دیگه به این شکل امتحان جدی میگرفتم صحنه. امتحان اول درس که میدادم مراضی بودم و تقریبا 80-90 فیصد محصلین خوبتر پارچه را حل میکرد. خب مگر از چهره تا نمیه که اگه آدم جدی و سختگیر باشه؟ آه به اون شکل نبودم ولی اصولی بودم. اصول خب، را رعایت میکردم.